شماری از نامزدان انتخابات پارلمانی در بادغیس در یک گرد همایی اعتراضی خواهان جداسازی آرای تقلبی از آرای پاک شدند. ناظرین با ابراز نگرانی از تقلبات گسترده در روز برگزاری انتخابات از عدم بررسی شکایت‌هایشان توسط کمیسیون مستقل انتخابات سخت انتقاد می‌کنند. از سوی هم مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات بادغیس می‌گویند تمام شکایات نامزدان و ناظران به کمیسیون مرکزی انتخابات کشور فرستاده شده و بررسی خواهد شد. به این گزارش توجه کنید. شماری از نامزدان انتخاباتی در شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس به دلیل عدم بررسی دقیق آرای تقلبی دست به اعتراض زدند. آنان با شعارهای ما عدالت می‌خواهیم از کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات سخت انتقاد می‌کنند. این معترضین همچنان خواستار بازشماری آرای بایومتریک نشده در ولسوالی‌ها هستند. بایومتریکی که در ولسوالی مرغاب یا در جوند و یا قسمت های دیگری که تحت سوال است باید دقیق در حضور ناظرین توسط دستگاه بایومتریک و انترنت به شکل تکنیکی و فنیش باید کنترل شود. تقلبات که بر بادغیس انجام شده به همه ما و شما شاهدی پروسه هستیم که یک پروسه ملی زیر سوال برده به ولایت بادغیس. اصلا هیچ صلاحیتی نداشتیم، مرکز صلاحیت ندادن، ما به رفتیم آمده، ما توانستیم که چند تا تصویری به دست بیاریم، چند تا مثلا یک دو کلیپ به دست بیاریم که به کمیسیون شکایات تحویل داده شد، اما بدبختانه و بدبختانه به اندازه که دلی ما مردم بادغیس ما یک عدالت و شفاف صورت بگیره 5% هم صورت نمیگیره. در همین حال رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بادغیس در حضور اعتراض کنندگان میگوید تمام شکایات کاندیدان و ناظرین انتخاباتی به کمیسیون مرکزی انتخابات ارسال گردیده و به زودترین فرصت نتیجه آن اعلام خواهد شد. تقلب بر اساس شکایاتی که از او ساحه صورت میگیرد کمیسیون شکایات انتخاباتی او را بررسی میکند. وظایف کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد سهولت برای مردم افغانستان است که به پای صندوق های رای بیایند. ما اینمی پروسه را طی مراحل میکنیم، آرای مردم هم میگیریم و بعدا مسئولیت های ما ختم است دوستا و برادران. این اعتراض کنندگان با خوانش قطع نامه ایشان خواهان بررسی جدی شکایت هایشان از سوی مسئولان کمیسیون شکایت های انتخاباتی هستند. از سوی هم رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز از بررسی دقیق و همه جانبه شکایت های معترضین خبر می دهد. شکایات انتخاباتی که در روز انتخابات اتفاق افتاده رسیدگی کرده و همچنان بر اساس اسناد شواهد و مدارکی که در دور اول رسیدگی به اعتراضات و شکایات به دست ما رسید، بعد از تفتیش و بازشماری ما تصامیم و فیصله های خود را اتخاذ کرده و به مرکز ارسال کرده. این برای دومین بار است که به دلیل آنچه تقلب در انتخابات بادغیس به ویژه در ولسوالی ها خوانده می شود، هواداران نامزدان و ناظران انتخابات دست به اعتراض می زنند.